برنامه خداوندی یک تاوا با عرض سلام و صبح خیر به سه ساعت برنامه آغاز روز خوش آمدید در نیم ساعت و نخست برنامه آغاز روز طبق معمول مرور داریم بر مهمترین پایگاه های خبری افغانستان و جهان در نخست پایگاه خبری آریانا نیوز مهمترین خبرها از پایگاه خبری آریانا نیوز حکمتیار با طرح اداره موقت و به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد هنوز زمزمه ها از به تاخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گرم است و واکنش ها گوناگون در این میان گل بودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با این طرح اعلام و مخالفت می کند و می گوید که اجازه نمی دهد تا به گفته خودش فاجعه نشست بن بار دیگر در کشور تکرار شود. آقای حکمتیار می گوید به هیچ صورت به هیچ قیمت در هیچ حالت اجازه نخواهیم داد که فاجعه بن یک بار دیگر تکرار شود. در کنار این گل بودین حکمتیار می گوید که احزاب مطرح احزاب مطرح سیاسی توافق کردند تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد مشخص داشته باشند و این میافزای تعداد از احزاب موثر با هم به توافق رسیدند که در مورد انتخابات ریاست جمهوری به توافق رسیده که تکت واحد و کاندید واحد داشته باشند در این مجموع حزب اسلامی به رهبری گلبودین حکمتیار حزب وحدت اسلامی مردم به رهبری محمد محقق حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی جنبش ملی اسلامی، مواز ملی، افغان ملت و احزاب دیگر شاملند. اسای هم قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات در هفته جاری تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. اما با گفته این مقام های این نهاد، برای نهایی سازی یک تقویم جامع همکنون با جوانب مختلف مصروف رئیزنی اند. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده جدول زمانی به زودی اعلام می شود و در قسمت تهیه بودجه نیز تلاش ها جریان دارد هرچند حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات گفته که هیچ تأخیری را در برگزاری انتخابات نمی اما اخیرا روزنامه وال استریت ژورنال آمریکایی گزارش شد که واشنگتن تلاش دارد تا برای کشاندن طالبان پای میز گفتگوهای صلح انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به تأخیر بیاندازد. رایزنی نمایندگان افغانستان، آمریکا، امارات و عربستان روی روند صلح افغانستان برگه نو صلح افغانستان پیشرفت های تازه را رو هر روز در خود ثبت می کند. با منظرت در هفته جاری زلمه خلیلی زاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در ابوظبی با نمایندگان افغانستان امارات متحده عربی و عربستان سعودی روی روند صلح گفتگو کرده و به توافق رسیده که در افغانستان صلح فراگیر به خواست مردم باید پیاده شود انتظار می رود که خلیلی در ادامه دیدارهایش با نمایندگان طالبان بار دیگر در قطر ببیند قاضی امین و واق... قاضی امین عضو شورای عالی صلح میگوید کمی آنها هم کم آنها هم خوشبین بودند که با طالبان صحبت خود را ادامه می دهیم آمادگیشان را حس می کنیم و امیدواریم که روزه برسد که طالبان با حکومت روی میز صلح بنشینند این عضو ارشد شورای عالی صلح از تلاش ها برای شکلگیری یک نهاد تازه برای تصمیم گیری در روند صلح سخن می زند نهاد که شورای عالی صلح هم عضوش باشد و در آن نمایندگان حکومت طالبان و احزاب سیاسی و مردم شامل باشند اما کشورهای خارجی در این نهاد نقش نظارتی خواهند داشت با فایمی افزاید که با در نظر داشت تعامل و سیاست طالبان این نهاد یک نهاد ملی جور می شود. آنها هم که تجمع می و اشتراک میکنند، کنند اما هنگ با نهادهای ملی کار را باید آغاز کنیم که آنها هم جز این نهاد خواهند شد. نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است به نتیجه دیهی تلاش های سال با طالبان خوشبین نیست و با بس به تخیر و با بس به تخیر گفتیدن انتخابات ریاست جمهوری و اداره و ایجاد اداره موقت از بهره سهم شدن طالبان در قدرت سیاسی نیز سخت مخالف است. <applause> درگیری فیزیکی میان دانشجویان در خوابگاه دانشگاه کابل شاهدان عینی از دانشگاه کابل گزارش شدند که در لیلیه این دانشگاه میان دانشجویان درگیری صورت گرفته که در نتیجه یک تن جان باخته و ده تن دیگر زخم برداشتند این رویداد پس از چاشت دیروز صورت گرفت و برای چند ساعت دوام داشته است با گفته ای شاهدان نیروهای کمکی پلیس به محل رسیده تا وضعیت را تحت کنترل قرار دهند گفته می شود شما را از دانشجویان می خواستند به خاطر جنگ غزنی تظاهرات را در داخل دانشگاه سازماندهی کنند که با مخالفت شما دیگر مواجه شدند تا هنوز مقامهای امنیتی در مورد این رویداد با رسانه ها چیز نگفته است حملات گسترده ی طالبان مسلح بر شهر و سه ولسوالی فرا شب گذشته طالبان مسلح شهر و ولسوالی های بالا بلوک پشتکو و پشترود ولایت فرار را مورد حملات گسترده قرار دادن. یک مقام امنیتی فرا که نخواست نامش گرفته شود به آریانا نیوز میگوید در ولسوالی بالا بلوک فرا سه پاسگاه امنیتی سقوط کرده و بیش از چهل نیروی امنیتی جان باختند محب الله محب سخنگوی پلیس فرا نیز تلفات سنگین نیروهای امنیتی را در ولسوالی بالا بلوک فرا پذیرد اما وی تلفات نیروهای امنیتی را کمتر میداند اما سخنگوی پلیس فرا میگوید بیش از سی طالب مسلح نیز در ولسوالی پشتوکو و هفت طالب و مسلح دیگر در ولسوالی پشترود رود فرا احسای نیروهای امنیتی کشته شدند. طالبان و مسلح شب گذشته نیز از چهار طرف بازگاه کمربندی شهر فرا را مورد حملات مسلحانه قرار دادند که شهروندان فرا حضور طالبان و مسلح را در منطقه باخبل در داخل شهر فرا تایید می کنند. اما مقام های محلی فرا تا کنون زخمی شدن دو سرباز پلیس را در شهر فرا تایید می کنند. تادیدین خان تاور انت... گفته که طور انتقام بگیرم که نسل های آینده ای تان پشیمان باشند تورن جنرال تادین خان فرمانده پلیس کندهار برادر جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین پلیس این ولایت برای نخستین بار در یک گفتگوی ویدیویی حاضر شده است وی تاکید میکند که راه جنرال رازق را تعقیب خواهد کرد و به هیچ کشور اجازه نمی دهد تا در امورات و داخلی کشور به ویژه کندهار مداخله کند. و می افزاید حلقه قلامی پنجاب برگردن کسانی است که برایشان حوشدار می دهم که در هر جایی که هستید انشالله ما خودمان را به شما می رسانیم و نسل آینده ایتان بر کردارتان پشیمان خواهند شد که ما چی کردیم و چی دیدیم اگر در آغوش پنجاب ایران و یا روس باشید به هر قیمت رهایتان نمی کنیم ما ناتوان نیستیم فرمانده پلیس کندهار تاکید می کند که انتقام برادر خود را خواهد گرفت و موقفش در برخورد با طالبان جدی تر خواهد بود او می کارهایی که جنرال رازق در مقابل دشمن می کرد که در مقابل پنجاب استادگی می شد راه ما و تمام نیروهای ما نیز همان است با مردم کندهار و افغانستان اطمینان می دهم که ما مخالف دزد طالب مزدوران ایران و روسیه هستیم او با مردم کندهار اطمینان میدهد که به امنیت این ولایت توجهی جدی دارد و در هماهنگی با سایر نیروهای امنیتی جلو تهدیدها را خواهد گرفت فرمانده پلیس کندهار میگوید اطمینان داشته باشید که همان نظام اسکر حوزه و آمرین هستند و کارها خوبتر از گذشته ادامه خواهد داشت و می افزاید که تحقیقات در مورد رویداد ترور جنرال عبدالرازق همچنان ادامه دارد پایگاه خبری بی بی سی ادعاهای ضد و نقیز از تلفات سنگین نظامیان در حمله طالبان در غرب افغانستان طالبان به یک مرکز نظامی در منطقه فرارود ولسوالی بالو بلوک ولایت فرا در غرب افغانستان حمله کردند خیر محمد نورزای عضو شورای ولایتی فرا در جلسه نظامی دیروز پنج شنبه در دفتر ولایت اشتراک داشت میگوید در حمله شب گذشته چهل سرباز ارتش و پلیس کشته شدند او تایید میکند که دفتر ولسوالی خاک سفید که در همجواری ولسوالی بالا بلوک است نیز بعد تازگی به دلیل ناامنی ها به ساختمان این مرکز انتقال یافته است یک منبع امنیتی که نخواست نامش در گزارش درد شود نیز گفته این حمله تلفات سنگین داشته است و میگوید این حمله با همکاری عناصر نفوذی به داخل مرکز نظامی انجام شده است طالبان گفته توسط شش نفر از نفوزی هایشان داخل این مرکز این حمله را انجام دادند قاری محمد یوسف احمدی از سخنگویان طالبان ادعا کرده که این گروه در این حمله 35 سرباز را کشته و دو نفر دیگر را اسیر گرفتند نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی کشور این حمله را تایید کرده اما گفته است تلفات آنقدر که گفته می شود زیاد نیست و گفته او در این حمله ده نفر از نیروهای پلیس کشته و زخمی شدند آقای دانش آمار از تلفات سربازان ارتش نداده و وزارت دفاع نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفته است سخنگوی وزارت داخله همچنین همکاری نفوزی ها در این حمله را رد می کند ولسوالی بالا بلوک در مسیر شهرهای هرات کندهار موقعیت دارد و از مناطق است که طالبان در آن نفوذ دارند فرا ولایت نارام در غرب افغانستان در مرز با ایران است که حملات گروهی طالبان بر پاسگاه های امنیتی آن در یک سال گذشته شدت یافته حملاتی که تلفات نسبتا گسترده به نیروهای امنیتی وارد کرده است پایگاه خبری رادیو آزادی شورای عالی صلح میگوید که پروسه صلح از دست این شورا خارج شده است شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پروسه صلح از دست این شورا خارج شده است پس از نشست مسکو و سفر از ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و کابل حالا نگرین های در پیوند به صلح از سوی مقام های افغان مطرح می شود. حبیب سرابی معاون شورای عالی سال دیروز در یک نشسته که اعضای انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت که پروسه سال از دست این شورا خارج شده است در حالی که زمزمه های بر بیرون شدن پروسه سال از دست شورای سال به گوش می رسد که جمعه هفته گذشته نشست مسکو در روسیه برگزار شد طالبان در آن نشست گفتند که در حال حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان آماده نیستند ولی حاضرند با آمریکایی ها مذاکره کنند همچنان نمایندگان ایالات متحده ای آمریکا، افغانستان، امارات متحده ای عربی و عربستان سعودی در هفته جاری در ابوظبی با هم ملاقات کردند همزمان با آن ظلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه ای آمریکا در امور صلح افغانستان برای دومین بار به افغانستان و کشورهای منطقه سفر کرد گفته می شود که ظلمی خلیلزاد این بار نیز به قطر خواهد رفت تا با مقامات طالبان دیدار کند و هیئت آمریکایی بر رهبری وی الی السشن آینده در این منطقه خواهد بود و به پاکستان نیز سفر خواهد کرد در ماه گذشته آقای خلیلزاد نیز در قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرد پیش از این یک هیئت دیپلوماتان آمریکایی به رهبری آلز ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در ماه جولای با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرد از سوی دیگر عزیز الله دین محمد معاون دیگر شورای عالی سال روز چهارشنبه موجودیت حزب اسلامی حزب اسلامی سال و ترقی افغانستان را اعلام کرد و نیز به خاطر تامین سال در کشور این حزب را ایجاد کرده است شورای ولایتی لوگر گفته که در حدود 100 خانواده گروه داعش به ولسوالی ازره لوگر آمدند. رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید در حدود 100 خانواده یا گروه مسلح دایش به ولسوالی ازره لوگر آمدند رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید که در جمع خانواده های جابجا شده دایش در دا ولسوالی ازره این ولایت اطفال و اطبای مسلح خارجی نیز دیده شدند حسیب الله سانگزای روز پنجشنبه شنبه بر رادیو آزادی گفت که اگر به این موضوع توجه نشود ممکن چندین ولایت به شمول کابل با تهدید جدی تر امنیتی مواجه گردد آقای سانگزای افزود که اگر از نفوذ داعش در این منطقه هر چیز زودتر جلوگیری نشود این گروه به جلب و افراد آغاز خواهند کرد این در حال است که مقام ها در ننگرهار به تازگی گفتند که مراکز انسجام و آموزش گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در این ولایت از بین رفته و در حال حاضر جنگجویان این گروه به طور انفرادی می جنگند. پیش از این ولایت نینگرهار یکی از مراکز عمده جنگجویان گروه داعش در افغانستان خوانده شده بود حسی بلاست رئیس شورای ولایت لوگر میگوید که ممکن داعشیان بر اثر فشارهای نیروهای نظامی در ولایت ننگرهار به ولایت های همجوار نینگرهار به خصوص لوگر رفتند این در حال است که داعش مسئولیت بسیاری از حملات انتحاری به شمول حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل که دست کم شش کشته بر جا گذاشت را برافته تا برخی سیاسیون گفتند که برگشت جنگجویان لشکر فاطمیون تهدید به امنیت افغانستان است برخی از کارمندان پیشین دفتر شورای امنیت ملی و سیاسیون و افغانستان میگویند لشکر فاطمیون که به حمایت ایران فعالیت میکند برای امنیت داخلی افغانستان تهدید است برخی از و کارمندان پیشین دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با انتقاد از مداخله ایران در جنگهای اخیر ولایت و, و غزنی در افغانستان میگویند لشکر میون که به حمایت آن کشور فعالیت دارد تهدید به امنیت داخلی افغانستان است. آریان شریفی رئیس پیشین ارزیابی تهدیدات دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بر روز پنج در نشست کسای مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در پیوند به فعالیت لشکر فاطمیون در کابل برگزار شده بود گفت که هزارها افغان جز لشکر, فاتمیون جز لشکر فاطمیون بوده برخشان در افغانستان حضور دارند آقای شریفی گفت که در اواسط سال 2017 بین 14 تا 21 هزار افغان در لشکر فاطمیون موجود بوده که بیشتر در سوریه، عراق و یک تعداد اندکشان در یمن مشغول جنگ بودند که در چوکات این لشکر در این کشورها جنگیده و کشته و زخمی می شوند. در این حال احمد شجاع مسئول مجله ختم مش عمومی جورج تاون در آمریکا میگوید که با فروکش کردن جنگ سوریه فعالیت لشکر فاطمیون در آن کشور نیز کاهش یافته است و گفت بین دو تا سه میلیون افغان که در ایران مهاجران، به خصوص تعداد افغان هایی که از جنگ سوریه برگشتن در ایران تحت فشار زیاد قرار دارند این در حال است که پیش از این نیز گزارش های در خصوص فعالیت لشکر فاطمیون و فرستادن افغان ها از سوی ایران در جنگ سوریه به نشر رسیده و از این مسئله ابراز نگه نگرانی شده است نهاد تحقیق و ارزیابی گفته که عملیات هوایی علیه کوکنار مردم را با تهدید مواجه ساخته است. نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید یافته های آنان نشان می دهد که عملیاتهای هوایی علیه کشت کوکنار در هلمند زندگی مردم این ولایت را با تهدید مواجه ساخته است. نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان در آغاز سال جاری بررسی را در ولایت هلمند آغاز کرد و یافته هایش نشان می دهد که امسال در این ولایت کشت کوکنار افزایش داشته و عملیاتهای های هوایی علیه این پدیده هم زندگی مردم را با تهدید مواجه ساخت است. رئیس این نهاد روز پنجشنبه در حاشیه نشست به هدف شریک ساختن یافته هایشان بر رادیو آزادی گفت که حکومت برای نابودی کوکنار استراتژی ندارد و عملیات هوایی به هدف از بین بردن این پدیده نیز به مردم مشکل ایجاد کرده است نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان از حکومت می خواهد که بدون راه عملیات با استفاده از دیگر راه ها مانع کشت و کوکنار شود چون به گفته این نهاد عملیات های هوایی بر و به خطر انداختن جان مردم مشکلات محیط زیستی نیز ایجاد می کند گفته می شود که هلمند از جمله ولایت است که حدود 50 درصد کوکنار افغانستان در آن تولید می شود و همچنان هلمن ناامنترین ولایت افغانستان بوده که به گفته ای مسئولین همین باعث شده تا کشت و کوکنار در این ولایت افزایش پیدا کند پایگاه خبری صدای آمریکا سی و چهار پلیس افغان در فرا کشته شدند سمونوال سید عبدالله اندراوی امر امنیت قماندونی امنیه فرا بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که دهات ها بازان سربازان پلیس ملی و جنگجویان طالب در ولسوالی های بالا بلوگ و پشتگوی این ولایت کشته شدند آقای اندرابی گفت که جنگجویان طالبان چهارشنبه شب بر طوله کندک شاهرا در منطقه آبخورمای ولسوالی بالا و منوازده نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتکو و همه شهر فرا حملات گروهی را انجام دادند که بعد از چندین ساعت درگیری 34 سرباز پلیس ملی به شمول قماندان امنیتی ولسوالی خاک سفید ولایت فرا کشته شدند. آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت فرا افزود که در این درگیری ها همچنان نو سرباز زخمی و دوازده پلیس نیز لادرک شدند. و گفته ای وی در این درگیری ها 26 طالب مسلح کشته و 14 طالب دیگر زخمی شدند. و آخرین خبر از صدای آمریکا. با قوی افغان دستور افزایش تهاجم بر دشمن داده شد. شورای امنیت ملی افغانستان خبر داده که به نهادهای امنیتی و دفاعی افغان دستور افزایش حملات تهاجمی بر ضد دشمن داده شده است خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان حاکی است که این اقدام به منظور مسئولیت زندگی مردم و کاهش تلفات قوای امنیتی و دفاعی افغان اتخاذ شده است این دستور پس از آن صادر می شود که در چند روز گذشته کم از کم پنج منصوب امنیتی و دفاعی افغان در نبرد با طالبان در غزنی و فرا کشته شدند محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز روز دوشنبه گفت که در کمتر از چهار سال گذشته بیش از 28500 منصوب امنیتی و دفاعی افغان در جنگ کشته شدند هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما نیز گزارش داده که در نو ماه نخست سال روان میلادی 2798 غیر نظامی افغان در جنگ کشته و 5252 غیر نظامی دیگر افغان در این مدت زخمی شدند مرور بر مهمترین پایگاه های خبری افغانستان جهان از برنامه آغاز روز در همین جا با پایان می اما برنامه آغاز روز بعد از وقفه کوتاه ادامه دارد عرض سلام و مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. گزارش وجود داره که باز هم در بازار با فرارسیدن فصل زمستان قیمت و یا بهای مواد سوختی از قبیل چوب، بوریره، تیل و گاز مایی افزایش یافته است. و حال هم برای بحث بیشتر در این مورد آقای سید جاوید اندیش آگاه اقتصادی را در پس با داریم. آقای اندیش سلام و صبح بخیر به برنامه خوش آمدید. سلام و احترامات خدا بر بیننده تلویزیون آرینا تقدیم می کنم تشکر آقای اندیش بحث که هر ساله مطرح میشه نگرانی هایی که هر ساله وجود داره با وجود از که وقتی که فصل زمستان تیر میشه در فصل بهار و تابستان وزارت تجارت همیشه وعدیشی است که امسال ما آمادگی های خود داریم و یا قبل از فرار فصل زمستان سخنان وزارت تجارت همی است که ما بر زمستان امسال آمادگی های خود داریم به خاطر قیمت مواد سوختی حالا بازم چرا علت در چی است که امسال مردم نگرانی دارند و یا بهای مواد سوختی در بازار افزایش یافته تشکر ایجه مواد سوختی یکی بحث نفت و گاز است که به حساب دو بود داره یک بود داخلی و دو دوم بود بیرونی که در بود بیرونی چون بالای ایران تعزیرات وضع شد ماد مواد نفتی در روی دنیا یک ذره سبب افزایش شد و بیشتر شد و عربستان سعودی هم یک مقدار تولید مواد نفتی خود کاهش داد در بازارهای بین المللی این بود بیرونی است که بالای مواد نفتی گاز و به می تیل تاثیرات خود داشته و بود داخلی از او دو بود است که اگر ما مشخصا در مورد تیل صحبت کنیم چون افغانستان تیل وارد می کنه قبلا یک تعداد از تاجرها از مافیت ها استفاده میکرد. یعنی در واردات تیل فساد وجود داشت و امروز می مسئله ها از بین رفته <متصفح> یعنی تاجر که وقت تیل به افغانستان وارد میکنه مجبور است که گمرک خود تاویل کند <متصفح> و دوم یک مقدار مواد نفتی از ارگانهای های امنیتی دزدی میشد و به لیلام به با بازار به فروش می <متصفح> که خودش به حساب نرخ مواد نفتی در بازار کاهش داده بود اما حال چون هر قدر وقت که ریفرم در یک ساحه با وجود میه شفافیت با میان میه خود به خود بازار تنظیم میشه و اموس و استفاده هایی که در بازار وجود داشت وقتی او از بین رفت و این هم تاثیرات داره که نرخ مواد نفتی بالا بره ما که افغانستان گاز از ترکمنستان وارد میکنه ما که از ایران بیشتر گاز وارد نمیکنیم چون وزارت تجارت امری گفته که ما در امسال البته سال که ما زمستانش در پیش داریم گاز تذیرات که بالا ایران وضع شده از ایران کرده ما از تاجکستان از ترکمنستان گاز وارد میکنیم اینجا خونه باید تغییرات آنچنانی نه وقت نیکه. نرخ جهانی بلند میشد ترکمنستان هم شامل بازارهای جهانی است مه. وقت نرخ بالا مه. میشه و میخوان که مزیت بیشتر به دست بیاره و و, و برای افغانستان هم نرخ های جدام داره یعنی تقریبا یک مقدار تخفیف داره که از ترکمنستان یا گاز می یعنی مواد نفتی می و در ضرورت در برشه یک مشکل دومی است که تاجرای افغان بین خود رقابت می کنن. یعنی در در وقتی که لات هایی که بر افغانستان اعلان میشه بالای زیاد و طلبی میکنن هموز که که گاگا دروج هم نرخ بالا میره و دیگه بحث گاز که است گاز فریمان ترکمنستان به افغانستان نمیته و دیگه ما ذخایر استراتژیک نداریم در افغانستان اه. که یک مقدار گاز را ما ذخیره کنیم یا مواد نفتی در جایی که وقت ها بند میشه ما بتانیم یک مقدار مواد نفتی را ذخیره داشته باشیم این ذخایر ما که است این هم غیر معیاری است که به شکل متفرقه تیتو پاشان جور شده و بالایزی درست سرمایه گذاری نشده اما موضوع دیگه یعنی بحث داخلی به سه بود تقسیم میشه <تصفح> یک بود به حساب فساد بوده که در حال کاهش است فعلا دوم بودش نبود زیر بنا هاست <تصفح> و سوم نرخ افغانی افغانی ارزش خود از دست داده یعنی امی امروز که ما بحث داریم یعنی <تصفح> پارسال زور است تا امروز در حدود 20 فیصد افغانی ارزش خوده بلد. از دست داده ای, ای سه تاثیر بلد. منفی داره بالای قدرت خرید شد مردم مسئله گاز و تیل اما مسئله چوب و بوره عرب باید نسبت به سال گذشته 20 فیصد نرخای بوریاره و چوب و گپا باید بالا بره خاطر که افغانی ارزش خود از دست داده یعنی مم. بانک مرکزی بازارهای دومی را نتانسته تنظیم کنه بانک مرکزی نتانسته درست مدیریت کنه باهمی به حساب نافهمی از بازار مالی افغانستان سبب شده که افغانی ارزش خود از دست بده وقتی افغانی ارزش خود از بتا دست بده خود به خود بالای تمام مواد غذایی به حساب مواد سوختی همه چیز تاثیرات منفی خود داره و, و نرخ های او بلند میشه اما حالا حکومت نهادهای مربوط به خصوص وزارت و تجارت و یا نهادهایی که در زمینه مسئول هستند با خاطر کنترلی وضعیت چی باید بکنن مثلا بعضی از باشندگان ما هستند توان ازیر دارن که برن یک خروار چوب که فعلا از یک مقابل تال گفته میشه 1100 1100 بالا رفته اما احتمال ازی هم وجود داره که هر چقدر که زمستان بیشتر فرا میرسه افزایش بیه و حتی یک خروار چوب ده هشت هزار و هشت ریم هزار, هزار الان نو هزار هم برسه بخاطر وضعیت کسانی که توانش ندارن نهات های مرد بود چی باید برنامه های داشته باشن چی کنه باید این وضعیت کنترول کنن ببینین خود آه. وزارت تجارت یک کارتریت کرتریت وارست یعنی کدام نقش فوقلاده نداره در این موارد نقشی که داره وزارت مالی است که گمرکات در اختیارشان است بله. و به می ترتیب وقتی که در, در سرحدات در اختیار حساب اداره پولیس پلیس است و مثلا به دی مربوط دیگر ارگان ها میشه و وزارت تجارت فقط مو بعضی اوراق تاجرا رو به حساب پروسس میکنه جوازدهی دهی میکنه اما ما موضوع چه دو باده داره یک بوت به حساب در مجموع از بازار است که اوجه به اساس عرضه و تقاضا تنظیم میشه و دیگه بود به حساب خود از دسترفتن ارزش افغانی است که به حساب تاثیرات منفی داشته بالا بازار یعنی <متصفح> جب گاگا ما بعضی ادارات به نام به نام موجود داره یعنی <متصفح> از لحاظ تاثیرگذاری مثلا وزارت اقتصاد تاثیرات زیاد نداره دلیل از اینکه زیاد در مسائل منجوها و معصاد است نه در ارتباط با مسائل اقتصادی افغانستان اینجا ما به خاطر ریفرم در مملکت <متصفح> ما دو نوع ادارات داریم یک یک تعداد ادارات است که او یعنی میچوشه اقتصاد افغانستان یعنی مصرف کننده است اه. یک تعداد ادارات است که تولید کننده است که به مردم مفید و مؤثر تمام میشه که اینمی تانوز در افغانستان یه ادارات مثر و غیر معصر تانوز تنز شناسایی نشده اه. ما یعنی دو لستره نداریم که کدام بس. ادارات حکومتی افغانستان بر مردم خدمت گذاری میکنه و مؤثر تمام میشه اه. و کدام ادارات مصرف کننده است از بازار کی باید نظارت کنه وظیفه حکومت است مطابق قانون اساسی حکومت امه. مکلف است که معیارات استانداردها و بازار را باید نظارت کنه نه بالای نرخ نرخ نمیتونه که حکومت مداخله کند امه. که خلاف قانون اساسی است به اساس امه. بازار آزاد بازار ما تنظیم شده ایج باید رقابت امه. تشویق شود و انحصار از بین بره ببینید مواد نفتی از 15 20 سال به طرف انحصار بود اما انحصار از او از بین رفت یا مثلا نمی از بعضی از مواد خوراکی مثل که روغن است و مثلا بعض مواد دیگی هستند که کمش در انحصار یک تعداد تاجرای محدود قرار داره هرقدر ما انحصار را از بین ببریم بهمو همو اندازه رونق به وجود می آیا. یا مثلا وقتی که به حساب رقابت سالم وجود نداشته باشه نرخا یعنی انحصار کننده از دوست استفاده میکنه. اگر شما منعیس تاجر مثلا روغن از خارج روغن وارد کنین تاجر که همیشه وارد کده او قاچاق میکنه و تعرفه کمتر تاویل میکنه یک تاجر نو اگر او را بخواه را وارد کنه مجبور است گمرکات پوره را بپردازه وقتی گمرک بپردازه او نمیتون در بازار فروشات داشته باشه یعنی حکومت افغانستان معظف است و مکلف است بحق. که باید امی انحصارات که با وجود آمده در سکتورهای مختلفی این باید از بین ببره از چون از بین نرفته تا کنون؟ خاطر که در سکتورهای مختلفه مافیا حاکم است فساد حاکم است مثلا اگر ما هر سکتور افغانستان که مفاد زیاد داره یا فایده زیاد داره او در انصار شده مثلا بوری افغانستان انصار است روغن افغانستان انصار است با میره سکتور بانکی افغانستان انصار است این انحصارات یک بحث بس بسیار کلان است مواد نفتی انحصار است این انحصارات کسایی که انصار میکنن او یا یک مقدار پول بر حساب به مقامات حکومتی می یا به شکل رشوت وقتی رشوت فرداخته شد و پرداخته شد بله. های آه بله بله در مجموع مثلا ببینین اگر یک تاجر که نو بخواید در یک سکتور داخل شد و بخواید یک رقابت کنه او را از بین میبرن یعنی بر او اجازه رقابت کردن نمیتن ای این خود سبب میشه که امو قدرت های انحصار, پذیر، انحصار کننده به حساب پول تاوزه کند در یک شبکه بسیار منظم با. و دی شبکه بسیار افراد هستن که سود میبره و فایده میبره امی است که به حساب بالای مردم افغانستان ظلم میشه و در بازار عدالت نمیشه و برای خانواده و افغانستان انصاف نمیرسه ما اگر خواسته باشیم که افغانستان هم سرمایه را جذب کنه و هم رقابت به وجود بیه و هم بتایم در زندگی مردم افغانستان بهبود بیاریم باید این احسارات از بین بره یعنی هر که شما نام ببرین در این وجود داره اما در پات به انحصار حکومت افغانستان تانوس نه کسر زندانی کرده نه کسی به با مجازات شده و نه قابل یعنی از کسی پاسپورت صورت گرفته است همی است که ما در حالت بحران قرار داریم و در اختیار به حساب به می ما مافیاس که نرخ را بالا ببره و نرخ را پایان بیاره بله آقای اندیش گرفتن پول گزاف از طرف ها یکی از مسئله از که نگرانی دارن بیشتر تجار در قسمت وارد کردن مواد سوختی حالا این مسئله واقعا چقدر تا کنون حل شده و اگر حل نشده چرا باقی است چرا از ترازوها یعنی میتونه که پول از این مشکل حل نشده تمام طبع. سرکای افغانستان از بین رفت یا باید مثلا وقتی مواد نفتی رو وارد میکنن وقتی کانتینرها را با حساب در سرکای افغانستان عبور میکنه دیتاز زوها تا نوز هم رشوت گرفته میشه تمام سرکایی که در افغانستان ساخته شد تمامش تباه شد و تمامش از بین رفت یک تعداد وکلای پارلمان و رهبری خود پارلمان و به حساب بعضی نهادهای دیگه در این مسائل دخیل هستند یعنی با. سرکای افغانستان توتا توتا شد و از بین رفت اگر شما به طرف مزار برین به طرف قندار برین جلال آباد برین کل سرکا از بین رفته در وضعیت بسیار خراب است که در امی ترازوها رشوت است و فساد وجود داره با. ایجا با حساب به خاطر ازی که در هر تیلر یا یک هزار دلار اضافه فایده کنن چی کردن تمام سرکای افغانستان از بین بردن با. یعنی مشکل حل نشده و با وقت تانوز در ارتباط حکومت افغانستان کدام اقدام نکرده بله اندیش مردم نگرانی دارن از وارد شدن و یا وارد کردن مواد سوختی به خصوص تیل و گاز به کیفیت همه سال در فصل زمستان ما میبینیم به جایی که هوا صافتر بشه آلوده تر شده میره مشکلات زیاد اجتماعی به بار میره حالا چرا حکومت و یا نهات هایی که شما گفتین که در این زمینه مکلف اصلا توجه نمی کنند تا که ما جلوگیری کرده باشیم از وارد کردن و یا وارد شدن تیل و گاز در کشور در فصل زمستان ببینین این بحث به حساب مواد نفتی افغانستان اه. یک بحث است که بالاتر از 700 میلیون دلار است که این در افغانستان با مصرف میرسه یا تقریبا نزدیک با اگر با قوات های خارجی فعلا ما رو نظر بگیریم یک دو میلیارد یا یک سه میلیارد به حساب دلار میشه امی به تجارت یا کاروبار مواد نفتی و گاز که است در افغانستان ایجا یک حلقه خبیسه شیطانی با وجود آمده <applause> که تمام امه حساب کسایی که در این سکتور دخیل هستن بر ازوا پول می <applause> شما ببینید یک گمرک که حساب در سمت شمال افغانستان است زندگی از او آدم مامور از او گمرک خوب است متردار خانداره زندگی بر خود ساخته یا والی هایی که در سمت شمال گذاشته او والی ها با حساب بسیار امکانات زندگی خوب بر خود ساخته این تمامش در مافیا دخیل بودند و دخیل هستند ما شاید هستم از یک از والی با که حدود یک مقدار زیادی از موترا یک از تاجرا را توقف داده بود و گفت که به دلایل مختلفه اه. اما بعد از او وقت او 5 لک دلار بر از او پرداخت بعد او موترهای از او رها را را کرد اه. یعنی یا چی میکنن امی مواد زهری یا زهرالود و غیره را به حساب بازار افغانستان وارد میکنن کی سبب سرطان ها به حساب سایر امراض در افغانستان میشه و ما چون در قسمت به حساب خرید نفت از ایران یک بحث است که قبلا قاچاق میشد به افغانستان امروز از تعذیرات معاف شد کیفیت تیل ایران خوب نیست یعنی کیفیتش بسیار خراب است ما باید در این قسمت صحیح که ما مافیات داریم میتونیم از مواد نفتی را از ایران خریداری کنیم مهم. اما کیفیت تیل ایران خراب است در این قسمت باید بسیار زیاد توجه صورت بگیرد با. که به این دو نقص میکنه هم ماشین ماشین تیل کیفیت ما وارد میکنیم نظر به تیل وارد میکنن, امو... تیل وارد میکنن. نه است. ایران خود تیلش خودش کیف... کیفیت گازش و تیلش به مشکلات تکنیکی چی داره کیفیتش پایان است و این های ما را از بین بره موتور از بین میبره را از بین میبره با وسایل فابریکات از بین میبره یعنی ما باید در این قسمت امی لابراتوارایی که به حساب با اساس گذاشته شده در افغانستان وقت مواد نفتی را به حساب یا بررسی میکنن در ای هم فساد است یکی از وزیر صاحبای مالیه که در گذشته بودن ای در امو لابراتوار شریک است و در او لابراتوار تانوس هم سود میبره اما قصه چی است وقتی که حکومت با کسی که مواد نفتی رو باید تست کنه و آزمایش کنه شریک شوه پس مربه واقعنه باید ما مردم افغانستان په حساب زهر واره چا بله اګه اندیش خود افغانستان چقدر منابع گازی داره چقدر منابع طبیعی داره که اگر بالای سرمایه گذاری شود ما میتونیم که نیازمندی های خود مرفوع بسازیم اما چرا تا کنون منابع افغانستان منابع گازی افغانستان دست نخورده باقی مانده و سرمایه گذاری نمیشه بالاشتایی باشه که ما خود ما از خود گاز با کیفیت داشته باشیم تیل با کیفیت و حداقل تولید کنیم که اون نیازمندی های خود ما را مرفوع بسازیم ببینین در افغانستان دلیل که سرمایه گذاری نمیشه یکی بحثی به حساب قانون سرمایه گذاری مشکلات خود داره قانون معدن افغانستان به اصلاحات ضرورت داره ما تازه تانیستیم در راپورهای بانک جهانی به با حساب پیشرفت مثبت داشته باشیم از لحاظ جذب سرمایه گذاری دگه اسعار ما نرخ ثابت نداره یعنی 20 فیصد اثار ما سالانه ارزش خود از دست میده دیگه بحث امنیت است که امنیت وجود نداره مهم. یعنی امی با حساب لیگل فریم ورک اگر ما بالای او کار نکنیم مهم. یعنی لیگل فریمورک ورک افغانستان مشکلات داره با مشکل یعنی ابهامات داره و مشکلات داره وقتی که یک سرمایه گذار بیرونی میخواد به افغانستان سرمایه گذاری که در مواد نفتی و یا گاز و یا مواد دیگه افغانستان مم. او به لیگل که افغانستان میبینه محاکم تجارتی افغانستان تا از تجارت آگاهی نداره برزو باید سیمینار گرفته شو و, و تحت آموزش باید قرار بگیرد یعنی وقتی که منازعات مالی به وجود میه سه سال چهار سال وقت میگیره که او مشکلات حل شوه وقتی شما لیگل که ببینن جمع نام، نامنی نام در افغانستان ببینین هیچ تاجر خارجی حاضر نیست در ماد نفتی افغانستان یا مثلا مادن افغانستان سرمایه گذاری کنه بخاطر از اینکه تمامش خطرات باید مدیریت شوه و برازو باید از این باید جلوگیری شوه چرا سکتور خصوصی آقای چرا سرمایه گذاری داخلی ما را باید این به اساس لیگل فریم ورک چی با تاجر سر خارجی چی با تاجر افغانی لیگل فریم ورک مشکل داره مثلا ما او روز با ایک از ادارات رفتم کسی میخواد 150 میلیون دلار به این مملکت سرمایه گذاری کنه در وقت از اون دفتر اداره برامده ماسکرش میگه که بر ما مثلا یک بخششی بوده باز او خوب شد که او رو به خارجات ترجمه نکردیم که بخششی میخواه پس چی میشه بخششی اگر 500 افغانی است یا صد افغانی است این فساد است او میترسه که از دروازه شام مردم از ما پول میگیره پس وقت با مقامات بشینیم تقاضای پول میکنه تقاضای میمانی ها رو میکنه تقاضای سفر خارجی رو میکنه تاجر خارجی و داخلی میترسه از سرمایه گذاری در این مملکت و کسایی که به حساب در این مملکت سرمایه گذاری میکنه با او برخورد و خوب صورت نمیگیره یعنی حکومت افغانستان چون زیاد دخیل با مسائل نظامی و جنگ و صلح هست امی مسائل پیشرفتای افغانستان که بتانه با مردم خدمات خوب عرضه کنه در این قسمت توجه و صورت نگرفته و یا یک بی‌پرواستن و در یک تعدادشان دو پاسپورت در جیبشان است هر لحظه که دلشان شما میخواهید این ملاقات برن تشکر با تشکر سید از سعید جاوید اندیش آگاه اقتصادی که در بس این ساعت با ما بودند. تشکر آقای اندیش با سلام و مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید حال هم بحث داریم در مورد وضعیت امنیتی کشور آقای حکمت الله شهباز آگاه سیاسی با ما در بس هستند آقای شهباز سلام و با برنامه خوش آمدید تشکر سلام آقای شهباز وضعیت امنیتی کشور موضوعی که همیشه و نگرانی های که همیشه در قسمت بدتر شدن وضعیت امنیتی هر روز شهروندان ما نگرانی دارند چرا وضعیت امنیتی کشور جای که هر روز بهتر بدتر میشه اسم بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خدا درود بر روح پاک شهدا بدون شک که ما در حالت خوب و نرمال امه. قرار نداریم در تعداد بیشتر از ولایات افغانستان جنگ بسیار امه. شدید و بسیار نا یک جنگ نامرد ناجوان امه. در حال جریان است مردم افغانستان هر روز دارن قربانی میتن نیروهای امنیتی و دفاعی ما هم از خاک خود از مردم خود و از نوامیس ملی از این وطن با خون خود دفاع میکنه هیچ احساس از مردم افغانستان ندارن که چی وقت این جنگ مهار میشه جنگ مهار شدنش خیلی هم ساده نیست این جنگ یک جنگ نیابتی و ناتریب شده است این جنگ جنگ تحمیلی است بالای مردم افغانستان افکار مردم افغانستان را مخشوش می سازن. جنگ در اصل در ذات خودش در افغانستان هم ایدیالوژی سیاسی داره هم ایدیالوژی قومی و سمتی و حزبی و مذهبی داره بدبختانه و هم یک بحث بسیار بزرگی که او برمیگرده به جنگ استخباراتی در منطقه همی جنگ استخباراتی منطقه در افغانستان در ذاتش بزرگترین شاخص جنگ افغانستان را تشکیل میده این جنگ برمیگرده به کشورهای منطقه با. کشورهای منطقه مستقیم و به شکل غیر مستقیم در جنگ افغانستان زیدخل هستن. ما هیچگاه احساس از این کرده نمیتونیم که چقدر این جنگ فیصدیش برمیگرده به قضای داخل افغانستان اندکی هم اگر باشه احساسش بسیار کم است اما بیشترین بخش بزرگ از ای جنگ گرده به جنگ که بالای مردم افغانستان بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و بالای حکومت افغانستان تحمیل شده کشورهای همسایه از جنگ زی دخل اونا میخوان که اعتبار مردم افغانستان را بالای حکومتشان تضعیف بکنن اما منافع اونا چی ساقی شباست؟ بدون شک اونا منافع خطیری دارند داره کشورهای همسایه ما به نام ما نامشان میگیرم به پاکستان فرض مهم. کنه مهم. اگر در افغانستان یک نظام مقتدر و یک مهم. حکومت کارا و یک حکومتی که در ایج تمام روز در جنگ زی دخل مهم. نباشه اونا با پروژه های عامل منفی فکر ب... فکر بکنه اونا پولی را که مصرف جنگ افغانستان میکنه اونا را مصرف باسازی افغانستان بکنه اونا را مصرف تعلیم و تربیه فرزندان از سرزمین را بکنه ما سطح ما به کجا میرسه ما از معادن خود خود ما استفاده میکنیم ما از آبهای ما خود ما استفاده میکنیم ما از زیربیناها و ساختارهای سیاسی خود ما خود ما استفاده میکنیم ما میتونیم که یک پول ارتباطی میان کشورهای منطقه و فرامنطقه باشیم ما میتونیم که سیاست خود را در منطقه اعمال بکنیم اما اگر جنگ در افغانستان وجود داشته باشه اگر ما در حالت تمام هزینه تعلیم و تربیه و بخشای انکشافی و باسازی و زیربیناها و مادن اینا را مصرف جنگ بکنیم پس کجایش منطقی است که ما به یک راهکار خوب و یک به هدف منطقی خود میرسیم کشورهای منطقه بیشتر تلاشش ای است که بالخصوص همسایه ما که در افغانستان جنگ جریان داشته باشه ده. تا اونا هم از سرزمین ما استفاده بکنه هم از معادن ما استفاده بکنه هم از انسان های از این سرزمین استفاده بکنه و هم از سیاست منطقی و فرامنطقی در ایج استفاده بکنه ده. افرادش همیشه در حکومت زی دخل باشه برمیگرده میگرده این کار کرد و عمل کرد بر حکومت افغانستان که حکومت افغانستان بلاخره چی میکنه ده. شما دیدین که جناب رئیس جمهور در اوایل که به قدرت رسید بار اول به با پاکستان سفر کرد یک ده. بار سفرش به با پاکستان ده. بیشترین مردم افغانستان را فکرش ای بود که این جمهور چرا یک سفر با پاکستان کرد و با او هم یک سفری که در اوج اصلا لازم نبود که رئیس جمهور سفر بکنه مهم. مهم. اما دیده شد که رئیس جمهور بر اساس اونمو انگیزه و استراتژی و خط که در پارلمان افغانستان برای مردم افغانستان مهم. اعلان کرده بود اون را میخواست عملی بسازد خواستن که امی با کشور به نام پاکستان که همسایه ماست و یک مرز مشترک با ایشان داریم و یک مرز باز با ایشان داریم و مردم دو طرف مرز ایدئولوژیش، فکرش، سیاستش، غرورش همه چیز برمیگرده به یک فرهنگ احساس بکنیم که چقدر اینا با ما میتونن واقعا همکار باشن اما بدبختانه دیدیم که پاکستان یک بازی دو جانبه را با ما در پیش گرفت و رئیس, رئیس جمهور وقت درکد این موضوع را بار دیگر هیچ گاه به پاکستان سفر با. نکرد تا چهار سال حکومت داریش هیچ سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایه به پاکستان صورت نگرفت این خود نماینگر عزیز که رئیس جمهور سیاست خود را در قبال ام. پاکستان مشخص ساخت, مشخص ساخت. واضح ساخت آشکار ساخت با. و ما این حکومت بالای راه های بدیل کار کرد ام. اگر در حکومت گذشته ام. شما دیدین سرحدات ما اگر با پاکستان بسته میشد شد راه های تجارتی و ترانزیتی بسته میشد شد مردم از گرسنگی و از فقر داد به داد میزد زد حکومت هم همچون یک قضای صورت گرفت ماهای صورت گرفت که سرحدات ما با پاکستان بسته مان. اما با وسبزی بس که بسته مان، هیچ تغییر در رونق اقتصادی ما به میان نامد هیچ در بازار تجارت ما که مشکل ایجاد نشد ما این حکومت در اوایل بهترین کارش امی بود که روابط خود را با کشورهای شمالی ایار ساخت یک دهلیز را با کشور هندوستان جور کرد یک دهلیز را دیگه به کشور چین جور کرد صادرات و واردات ما از کشورهای منطقه و فرامنطقه شد ما وابستگی خود را از پاکستان گرفته بله کجایی کجای پاکستانی حکومت میخواه؟ پاکستان تلاش بیشتر میکنه ایران تلاش بیشتر میکنه که نمیال در مقابل از حکومت بجنگه یک مبارزه بکنه این اقوام را در مقابل از حکومت بالا بکنه این افکار را در مقابل از حکومت تخریب بکنه آیا اونا میخوان که در مقابلش مبارزه شون هیچ گویی نمیخوان که اونا در مقابلش مبارزه شون اونا میخوان که مهره سیاسی و کلیدی خود را در هم در درون نظام افغانستان و هم از بیرون از نظام داشته باشه تا هم اگر اونمو افرادی که هم. کشورهای همسایه اینی به صفت ستون پنجم نگاه میکنه یا اونا را میداشته با خود اونا را اعمال میکنه بالای حکومت افغانستان اه. فشار میاره بالای حکومت افغانستان هر روز مردم افغانستان علیه نظام افغانستان علیه حکومت اه. افغانستان اه صدا بلند میکنه وقتی که صدا بلند کرد افکار عام مخشوش میشه مردم مم. میگه که حکومت کار کردن نمیتونه این ای حکومت کارا نیست حکومت ضعیف است امنیت مردم را تامین کردن نمیتونه در حالی که همچون یک قضیه این نیست آقای شواباس این شد عوامل خارجی جنگ افغانستان در داخل حکومت افغانستان هم گفته میشه که یعنی جنگ افغانستان عوامل داخلی هم داره بوت های داخلی جنگ افغانستان برمیگرده به چی جنگ افغانستان در مم. ذاتش جنگ افکار است بیش از این که ما با جنگ نظامی برگردیم جنگ افکار عامه هم تخریب کردن اینجا مردم افغانستان بیشتر تمایلش بر این است که هر آن کس اشخاص افرادی که قبلا بر اساس دیدگاه قومی و سمتی و حزبی و مذهبی در, در, داخل نظام بودن در داخل حکومت بودن آلا او اگر حکومت برمدن او اگر در دا داخل نظام نیستند حال او اگر از پست شان برکنار شدن نسبت به سیاست های افغانستان یا ای که اونا کارا بودند یا ای که اونا دست پاک نداشتند یا ای که به یک نو آلوده به یک مشکل بودند حال اونمو مردم یک دردسر بر داخل نظام افغانستان شده بدبختانه ما یک اپوزیسیون که واقعا قانونی و حقیقی برای مردم افغانستان اه. و برای حکومت افغانستان دیدگاه بتا نداره اه. اپوزیسیون ما اقدهی برخورد میکنه اپوزیسیون ما شخصی برخورد میکنه علیه نظام آم افکار آمه را تخریب میکنه اه. علیه حکومت هم آم افکار آمه تخریب میکنه اگر ازش پرسان شوه کمی بزرگایی که فعلا در اپوزیسیون قرار میگیرن یا ای که علیه حکومت هستند یا ای که نقد میکنن نظام را اه. حکومت را نقد میکنن بین ازشان پرسان بکنیم امه. که شما که در گذشته 14 سال 15 سال 16 سال در در بدنه نظام بودین بزرگترین بزرگترین پست های کلیدی از این حکومت را شما به پیش بردین راهکارتان برای مردم افغانستان امه. چی بود چرا ما نتونستیم از جنگ نجات پیدا بکنیم چرا مردم ما از فقر خلاص نشود چرا ما نتونستیم یک دیدگاه خوبی را ایجاد بکنیم انگیزه چرا ایجاد نکردیم برای مردم افغانستان ما نتونستیم واقعا که نتونستیم بیاین امیر اعتراف بکنن اه. یک بخش قضیه است یک بخش قضیه که برمیگرده به مخالفین نظام افغانستان است مخالفینش خب آزاد و مستقل میتونن برتان بگه که من مخالفتان هستم اه. مثل که نامش مخالف است اونا برت میگه که من مخالف نظام هستم من امریکا رو در افغانستان نمیخوایم من به حکومت افغانستان دیدگاه خود شریک نمی سازم من روی مذاکره میز با حکومت افغانستان نمیشینم و من با اونا افکار خود را یک جا اونا خط معلوم است و خارجی ها برشان خط قرمز است اما اینهایی که پول هم از خارجی میگیره گیرن موتر زیره هم از خارجی میگیره گیرن امکانات هم از خارجی میگیره از این حکومت از این مال بیت المال سرشان پول مصرف میشه بازپس علیه از این نظام استاد میشه اصلا استراتژی یک اپوزیسیون در افغانستان بدبختانه به شکل بسیار خراب تعریف شده هم در گذشته و هم در حال اپوزیسیون اونا میگه که اونا طرح خود ایجاد بکنن بر اساس طرح خود دیدگاه ملت خود را با خود بگیره اگر او طرحش منطقی بود مثبت بود برای حکومت طرح خود میده اگر حکومت در او راستا نایل به برقراریش نامد اونا نتانست اعمال بکنه اونا نتانست اونو طرح اپوزیسیون را عملی بکنه پس بنابر او, او اونا میخواین که بالای نظام افغانستان و بالای حکومت افغانستان تاخت تاز بکنه و بگوی نقد بکنه که این کار خوب نبود ما تهر برتان دادم تو نتانستی خب این اپوزیسیون ما این بزرگای از این که هر روز بالای از این حکومت تخت تاز میکنه کدام روز شما شنیدین که اینا یک روز نشسته باشن و یک طرح جامع و قانونی برای امنیت افغانستان داده باشن کدام از این بزرگ دیدن که اینا یک کنفرانس را بجز از کابل رفته باشه در هلمند برگزار کرده باشه یک نشست از تمام ولایت رفته باشه بزرگا در هلمند گرفته باشه کجایش رفته ده در روزگان بدخشان گرفته کجایش رفته در در پاریاب و در جزجان گرفته اینا فقط در صدد از اسکن که امی حکومت در نقطه مرکزی اینا وجود داشته باشن اگر در داخل نظام باشن خب پبه ها بهترین حکومت است اگر در داخل نظام نبودن پس بنابر این ای حکومت ام قومی است هم سمتی است هم حزبی است مذهبی است ما باید یک بدیل داشته باشیم اپوزیسیون واقعا اگر میخواین که در آینده مردم افغانستان بالایش اعتماد بکنن تره باید داشته باشه این ترهش با مردم افغانستان شریک بسازه ترهش تنها در مرکز در پایتخت نباشه برن در سی و ولایت افغانستان تره خود با مردم شریک بسازه که بر بار دیگر خود را نامزد با سازن کاندید بکنن بر اساس امو ترهش مردم برشان رای بده آقای شعبا شما چی فکر میکنید که مسئله جنگ افغانستان و یا قمندی جنگ افغانستان بعد از خود افغان هاست و یا نبعد از خارجی ها یکی شما گفتین احزاب باید طرح داشته باشن اپوزیسین باید طرح داشته باشن یعنی با ترح اونا ما میتونیم <تصفح> که خود ما یک سال بین اون افغانی ایجاد کنیم بدون شک <تصفح> اگر بزرگای از این کشور واقعا صادقانه بخواین تلاش بکنن به خاطر صلح اگر با ابعاد خارج صلح کرده نتونست اگر او طالبی که پاکستان حمایتش میکنه با او صلح کرده نتونست حداقل اما قدر میتونه که سربازگیری که در داخل خاک افغانستان مخالفین قوای مسئله افغانستان میکنن اون امور کاهش بده افکار مردم افغانستان را علیه نظام تخریب نکنن اونا میتونن که حداقل اون افکاری که با طالب یک جای میشه اونم جوانایی که با طالب یک جای میشه و علیه از این نظام مبارزه میکنن او خود در خاک افغانستان است او خود کدام پاکستانی و ایرانی نیست او خود کدام و ازبک نیست اگر باشم یک فیصدی بسیار کم خود باشه اما سربازی سرباز طالب یا سرباز مخالفین مکمل از نظام افغانستان است از حکومت از, امی، از امی خاک افغانستان است هدف نظام افغانستان به اینا و از اینکه خاک افغانستان است اونا هم افغانی است وقتی که از افغانستان است چی از پشتون تاجک ایما قزلباش از هر قومی کس. ایره که است امی بزرگایی را که میتونن طرح ایجاد بکنن اگر برای در 34 ولایت افغانستان با بزرگا بشینن با ملا ملاهای مسجد بشینن با ریسپدا بشینن با جوانا بشینن با استادای مکاتب و پنتون ها بشینن یک یک ایدئولوژی ایجاد بکنند آیا نمیتونن که سربازگیری طالب متوقف بسازد وقتی که سربازگیری متوقف نه. شد ما دشمن شکست دادیم ما دشمن را در بطن شکست داده بله. چقدر پاکستانی بیاید در وطن ما جنگ بکنه علیه این نظام افغانستان علیه حکومت افغانستان بله. در اوجا باز بر نگردیم با یک جنگ دو کشور بله آقای شعباز فرستادن آقای خلیلزاد از سوی آمریکا به خاطر موضوع صلح افغانستان ای چقدر واقعا میتونه که به وضعیت امنیتی افغانستان تغییرات بیاره و یا ای که باعث سال و سرتاسری در کشور شود چون گمانه هایی که در ابتدای آمدن آقای خلیلزاد وجود داشت و یا امیدواری هایی که وجود داشت بیشتر بود نسبت به حال اما فعلا نسبت به کارکردها سفرهای آقای خلیلزاد داشتن در موضوعات مختلف صلح افغانستان ای چقدر, چقدر میتونیم نیک خوب یا با فال خوب ببینیم احساس میکنیم که برای مردم افغانستان یک امید نو داده اه. مردم افغانستان از هر اه. طرفش دیدگاهش امی است مشخص شده اه. که ما به یک صلح پایدار انشالله می رسیم اه. حکومت ها هم کوشش تلاش خود می کنن. جناب خلیلزاد هم یک بخش اه. بزرگ قضیه صلح افغانستان تشکیل میده و اونا هم حمایت کلی و کاپی ایالات متحده امریکا را با خود دارند او میتونن که یک دیدگاه بسیار مثبت ایجاد بکنن او میتونه یک راهکار خوب ایجاد بکنه و در آستانه یک راهکار خوب آم از. هم اگر واقعا صادقانه امریکا حمایتشان بکنه سازمان جهانی یعنی سازمان ملل متحد اونها را حمایت بکنه قوت که زی دخل مثلا انگلستان اونا این پروسه را حمایت بکنن ما بدون شک به یک راه مثبت میرسیم ما با یک صلح پایدار میرسیم اما اگر کارها مقطعی باشه با. و اگر کارها بر عنوان ازی باشه که هر کس منافع خود را در روجه سنجش با. بکنه و بگویه که ما پس دوباره به خاطر صلح از صفر شروع میکنیم با. انتخابات هم نمیگیریم این دیموکراسی را هم زیر سوال میاریم این کار کرده ده ساله حکومت های گذشته و فیلی را کلش صفر پس صفر از صفر اثر شروع میکنیم ما مهم. با یک راه مثبت نمیریم اداره موقتی که فعلا پیشنهاد شده است و بعض از احزاب و خصوص آقای گل بودین حکمتی ها رد شد این هم میتونه که رای حل باشه با وضعیت کنونی افغانستان به هیچ وجه برتون اطمینان میتونم که مهم. اداره موقت یا حکومت موقت یا ایجاد همچون یک حرفایی را که خلاف دیمکراسی باشه خلاف مهم. قانون اساسی افغانستان باشه ما را به راه مثبت نمیبره و این به نفع مردم افغانستان نیست مهم. این مسیر عبدالله ای را که تای کردیم این مسیر را باید خراب نکنیم این دموکراسی را که نهاد نساختیم این را باید خرچدار نساختیم یعنی یکی از پیشنهادهای آمریکا است آقای شهباز یعنی در چنین این که ما بینیم که از یک سو امریکا آقای خلیل زاده به خاطر موضوعات صلح میفرسته و از یک سوی دیگه به طویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد اداره موقت میشه چی فکر میکنین که آیا واقعا آمریکا اراده جدی داره به خاطر صلح افغانستان ای بعد از این معلوم خود شدن مهم. که جناب خلیلزاد با این سفرش مهم. معلوم میشه چقدر میتونن کارهای مثبت انجام بدن با ای که احساس میکنیم تا تا 90 درصد هم کارا بسیار خوب پیش رفتن اما معلوم شوه که امی سفری را که آل با پاکستان صورت میگیره نتایج مثبتش چقدر است نتایج منفیش چقدر است چون زیاتر موضوع هم برمیگرده به کشور همسایه ما پاکستان <تصفح> پاکستان هم در بیشترین قزایای افغانستان زیدخل هستند <تصفح> چقدر بالای پاکستان فشار وارد شوند که اونها آماده صلح بر افغانستان باشند تا انوز اقدامات خوب صورت گرفتن <تصفح> ملابرادر برادر از زندان رها شدند پنج عضو طالب برجسته که در, در دفتر قطر بودند اونا رفتن در مسکو در نشست اشتراک کردن در نشست <تصفح> مسکو پیام مردم افغانستان برای صلح بر بسیار مثبت بود هم در جنگ افغانستان صحبت شد هم در صلح افغانستان صحبت شد از این وانمود شد که مسکو بالای طالبا هم به حد کافی دست بالا داره ای که سران طالبا میرن در مسکو یک کنفرانس نشست میکنن اشتراک میکنن بدون شک که مسکو هم دست بالای بالای گروه طالبان دارن و ایرا به صراحت بعد از سال 2009 کابلو به صراحت گفته که ما با طالبا پیوند خوبی را داریم به خاطر از بین بردن داعش اما آقای جواز هیچگاه آمریکا نخواسته <تصفح> که روسیه را داخل کنه و یا شامل کنه و یا بگذاره که در موضوعات داخلی افغانستان مداخله کنه این بار در موضوع سال افغانستان چقدر روسیه سوی آمریکا اجازه ای را دریافت خواهد کرد که مداخله کنه فکر می کنم که از بالای طالبان داره فکر می که طالبان یک امه. بخش منطقوی و شده امه. طالبا به گروپ های متعدد و مختلف تقسیم شده این گروپ های متعدد و مختلف وابستگی خود را با کشورهای مختلف صورت گرفته حال این موضوع از دست پاکستان هم تا یک حد خطا خورده پاکستان هم در او حد نیست که مکمل تسلط را بالای طالبان داشته باشد طالبها ها آل افکارش را با, با کشورهای منطقه و فرامنطقه است به او اساس امریکا ناچار است که کشورهای منطقه را زیر دخل قضای صلح افغانستان بکنه و به تنهایی خود نمیتونه ای که عجله میکنه جناب خلیلزاد صاحب چندین سفر را انجام داده و این دومین سفرش است که دومین سفرش شاید یک نتایج بسیار قوی را با خود داشته باشه دو دیدگار ایجاد بکنه انتخابات را به طبیق نندازن انتخابات و صلح دو راه جداگانه است هیچ با هم نداره هیچ پیوند با هم نداره اگر واقعا میخوان که صلح بکنن اگر واقعا میخوان که مخالفین قوای مسله افغانستان هم زی دخل قضای افغانستان باشن اونها هم زی دخل انتخابات افغانستان باشن اونها هم یک بخش بزرگ از انتخابات افغانستان باشن برای شش ماه از هر دو طرف اوربن اعلان کنن که در این حالت هم طالب هم مخالفین هم تمام بخش ها هم حکومت و هم نظام مردم افغانستان در انتخابات زی دخل شوند اونا هم نماینده خود را انتخاب بکنن اگر رای برد خنوش جانش بر اساس یک ریفرندوم بر اساس یک انتخابات شفاف اگر ما صلح داشته باشیم اگر ما امنیت داشته باشیم اگر ما جنگ نداشته باشیم بسیار خوب میتونه مردم افغانستان مدیریت بکنه انتخابات گذشته خود را. و بسیار خوب میتونه که زعیم مملکت خود را انتخاب بکنه خوبترین رایش اینمی است که برای شش ماه توافق صلح، در او حالت میتونن که هر کس خود, خود را انتخاب بکنن اه. تشکر با تشکر بسیار زیاد از آقای حکمت الله شهباز آگاه سیاسی که در این بحث این ساعت با ما بودن با سلام مجدد نمایندگان آمریکا، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان در ابوظبی روی روند صلح و گفتگوهای مستقیم با طالبان رایزنی کردند. دفتر شورای امنیت ملی میگوید که در این نشست چهار سو به یک سلسله توافقات دست یافتند که خاص مردم در روند صلح را تامین میکند. گزارش دارین در این مورد. برگین نو صلح افغانستان پیشرفت های تازه را هر روز در خود ثبت میکند. در هفته جاری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در ابوظبی با نمایندگان افغانستان امارات متحده عربی و عربستان سعودی روی روند سال گفتگو کرده و به توافق رسیدند که در افغانستان صلح فراگیر به خواست مردم باید پیاده شود انتظار می رود که خلیلزاد در ادامه دیدارهایش با نمایندگان طالبان بار دیگر در قطر ببیند ما براتون به صورت واضح میگم که فعلا پروسه سال از دست شورای سال خارج است و حتی در کنفرانس ژنو هم با وجود که مسئله سال در اونجا مطرح میشه مگر هیچ عضو از شورای سال سال در اونجا حضور ندارد در کابل ما این عضو ارشد شورای سال از تلاش ها برای شکل گیری یک نهاد تازه برای تصمیم گیری در روند سال سخن میزند نهادی که شورای عالی سال هم عضوش باش باشد و در آن نمایندگان حکومت، طالبان و اعضاب سیاسی و مردم شامل باشند. اما کشورهای خارجی در این نهاد نقش نظارتی خواهند داشت. بعد در نظر درشتی، امو تعامل و سیاست و پالیسی تاریبارا این نهاد یک نهاد ملی جور میشه. اونا هم که دجامو میکنه و تاریب هم که اشتراک میکنه منحصه همه هنگ با این نهاد ملی باید به با کار را قصد بکنیم که اونا هم در نهایت جز یمین نهایت خط شد. نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است. با نتیجه دهی تلاش سال با طالبان خوشبین نیست و با بحث به تخیر افتیدن انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد داره موقت از بحر سیم شدن طالبان در قدرت سیاسی نیز سخت مخالف است. تعهدات لازمی که طالبان باید بسپارند به خاطر مسائل سیاسی وجود نداشته باشه هیچ لازم نیست که ما پروسه های طبیعی حکم روایی در افغانستان از جمله انتخابات به تاخیر بندازیم هیچ نیازی نیست من این روشنی را نمی بینم که انتخابات ریاست جمهوری اگر به تاخیر هم بیفته این بتونه که در پیشبرد و پیشرفت پروسه سر کمک کنه بیشتر شورای عالی سول گفته بود که امریکا برای زلمه خلیلزاد شش ماه فرصت داده تا طالبان را وارد ساختار نظام سیاسی افغانستان بسازد و از سوی دیگر هم گزارش شده که واشنگتن از بهر صلح کابل با طالبان گزینه به تاخیر افتیدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را زیر بررسی گرفته است. و حال هم برای بحث بیشتر در این مورد آقای اسدالله بارکزای معاون سخنگوی شورای عالی صلح با ما در برنامه هستند. آقای بارکزای سلامو به برنامه خوش آمدید. آقای بارگزایی از دید شورای عالی سال نشست ابوظبی و نشست مسکو چقدر میتونن متفاوت بشه از نشست های گذشته در مورد سال هفت نسته سلام نتاشت کل چې موږ هميشه د هغې بیلګې و چې د افغانستان د هغې ملي اجماع په کورزني کې جوړسته وي د هغې ملي اجماع پر اساس باندي سیمې ځ او نړیواله ټولنه امل مشترفه دی برخه کې همکاري وکړي چې خوشبختانه په دې وروستي وختونو کې هم د سیمې حدودو د افغانستان د سویل بهسر په اغوانی مالکیت په اغوانی مدیریت کې وکړې او هم نړیواله ټولنه دا کار کړې چې په ځانګړتیا غا امریکا چې په دې برخه کې عملیه کوي چې په روس سره په ډول همکاري وکړي خو ټول هغه همکاري چې کیږي کاغه د سیمه یوادونې کاغه نړیوال ټورنه کې هغه د افغانستان دولسر په منځږي باندې افغانستان د دولسر په همنګي باندې د کار مختللې دي بدون شک چې د موسکو ناس د افغانستان پر سول او صبات باندې په کلاده زیات تاثیرات لري ځکه کاغه د سیمه یوا د مردوږ سره مشترک اړیکل او مشترک دردونه مشترک خوشحالي لري او دوی شکوالیسی د افغانستان پر سول او صبات باندې تاثیرات و بلري او د سیميزي هجمات څخه یو هدفم دا و چې هغه هوادونه چې په ډول غوړې په دغه روسيک شي همکاري ونه کې یا خللګريوي چې پروږه باندې فشار هم راوي وسل سي چې موږ په دې برخې کې هم د سیمې په برخې کې د سیميزي هوادونو په دې برخې کې هم کاري کوي دا هم ندي والټونه کوي دي موږ همیشا هڅه ممداد دي چې ټول هغه هوادونه یعنی هادونه چې دغه روسي سره همکاري کوي سي او د همکارۍ په چوکಾಟ کې لمړ سره کارو کې او مشره په هم ژغې مخته لاړ شي چې خوشبختانه په دیروسي وختونو کې دا کار سویدل bale <applause> اوه بارک زيب چروا شورای علی صلح یک مرجع است که باید از زود طریق باید از بیشتر طالبان بیان با حکومت افغانستان به گفتگوهای سول بپردازن اما چرا طالبان بالای شورای علی صلح افغانستان اعتماد ندارن اعتماد بگویم ندارن و یا نمیخواین که از طریق شورای علی صلح بیان به میز مذاکره بشین و گفتگوهای سول انجام بدن همیشه طرف اونا حکومت آمریکا بوده پس بگویید چی تله د اوسنی جګړې اغه بکګراوند ته وګورو ورته جګړه د سولي مسترای وستل هم اسانه کار نه دی او پلوژبخه نه کیږي یعنی موږ مرحله په مرحله د یو مرحله تخبلی مرحله دغه پروسه ادامه ورکو او تر دېر هدا هدف یې موږ په دې برخه کې مخته تللی یو اغه هیواونه چې د بسلوال طالبانو سره تماسونه نیولای شي طول هغه هیوادونه <توالحق> دغه د افغانان دولت سره په همجغی پدې برخه کې تللي دي او هېڅ هیواد د سوریه له شورا سره یا د افغان دولت سره په همجغی باندې نه دا کار کولای شي او نه هم اجازه ورکړه ته څوکري روسي روسي یو مش وړاندې د سوریه له شورا سره په همجغی باندې دا شو کار پیل کړي وو ته د وسوال Taliban سره تماس ونیسې خپل مسکو کې ناستوکه اما چون موږ د دغه پروسی مالکیت مدیریت وایز موږ په لاس کې دی او نو موږ دا چې مالکیت مدیریت چاتورکو او نه دیوال ټولنه یا د سیمه حدود نه د مالکیت غشتن کې دی <تصفح> روسیا په دو ملي قوت باندې باندې ونې څو یو کولی چې دغه پروسی کې خپل په خوښه یا خپل پرسر باندې هڅې پیل کړي او د مسوال Taliban مستر ناستوکه یعنی <تصفح> ټول هغه هوادونه چې د افغانستان د غصول بهر سرامکارۍ کولی سی هغوی له موږ سره همکار دي او هر ځای چې دوی د Taliban مستر ماسونه نو یول دی هغه له مرستره په مشغی سی و دی او له مرستره په هم هنګي باندې غا کار کوي ته کوونکو څوقدر شورای علي اسلام هم تماس مستقیم با طالبان درشل او چهقدر اونا ر قناعت دودن کی واقعا اونا بیاین په شورای علي اسلام اگر چی بارها اونا وغتن کی طرف مو امریکاست اونا ر قناعت بهتن یوک تعداد از طالبان په تو ګورې چی د د سوریې پروسه د اپروسا هغه نهایي مرحله ته چې ته ور داخلي شه بدون شک چې د یي مرحله څخه به بوري مرحله داخلي شه د څو ګورې ته پرونو پري وسلواله طالبان اوه د سولې شورا پر رسمیت نه پیژند د سولې شورا سره نه خنسته له او د سولې شورا سره نه وښتل چې اډی کوي نسيه مستقيم اډی کوي اما په مختلفو چینننونو کې د سولې شورا له آدرسې د وسلواله طالبانو سره تماسونه وو موجود و خو <مشور> موږ مستقيم نه خاص تر وسته پرې چې هغه پرې و میزم سره شینې پرې و میزه موږ هغه خپل کم کارونه چې کړې دي, دي. او هغه سہولتونه چې موږ دوی ته مساعد کړې دي او هغه شرایط چې موږ تساليبان ته مساعد کړې دي هغه و دوی ته مخامخ وایو او دوی ته قنات ورکوچ د سویل د پاره ټول هغه شرایط چې ورته اړتیا دي هغه هم د سوي دي چې دا کار ته وسته پر موږ نه وکړو خوشبختانه د موسکو پنهاسټ بلې نشسته مستقیم نه ده شوه موافقه خوښبختانه د موسکو پنهاسټ چې موږ په دې باندې وټمنې دلو چې وسلوال طالبان ته سر مستقيم کو شین او مستقيم خبراتري د سولې شورا سره وکي او د سولې شورا په دې او په یو کې د سولې لپاره هیڅ کوم خنډونه موجود نه دي ټول هغه شرایط چې اړین دي هغه مه سایت شوی دي مخکمه ولات چې د سولې دغه بهیر اداره پروسه ده او پروسی اغه نهایي مرحله ولترسدل بدون شک چې موږ به ډیر مرحله ته کو وترسو اغه مرحله ته ورسیږو چې موږ د ډیر مرحله وڅخه تریلو او اغه نهایي مرحله ته اوس انجدسیو آقای بارکزی آقای ظلمی خلیلزاد نماینده آمریکا است در موضوع صلح افغانستان نشست ها و یا دیدار هایی که آقای خلیلزاد می داشته باشند با کشورهای مختلف مثلا با پاکستان یک دور گفتگو و سپری کردن با کشورهای عربی چقدر به خاطر اماهنگی این نشست ها و یا دیدارها نظریات و خاص های شورای عالی اینا بخت میداشب شنو چېقدر دره ماهنګي بشورای علي سال hina سفرхай شون انجام بیت او یا گفتگووي شه چې کله د سیميز یا نیوالي هجما هځ په لکړیو د غوسه خمش درې شان هدف وو د سولې پرواسا بدون شک چې مرنې مرحله دا وي چې موږ باید د متصادي بازارم حق وکړو د څو وسلوال Taliban او ولسمدې باندې پوس چې د تسویله لپاره یو نیت موجود دی چې په هغه برخې موږ د نړيواله ټولنې او د سیمه هوادو نو همکاري ته ارتياد لولله <متحدث> چې خوشبختانه از په دغه برخې کې هم نړيواله ټولنې سره همکاري کړو او ولسمدې باندې پوسو چې د تسویله لپاره د وړي په سوال Taliban باندې ځغ و کوي چې د تسویله حصره ځای سي د د نړيواله اجماع او نه کارو دوه هم دا و چې بوسلاوال Taliban په یو ډول د غصولي خبراتو د لپاره تشویق کی او د دی پدیو په یو ویچ بی هیڅ کوم ممانعت نشته درېم دا وهغه هیوا دونه چې غواړی په یو ډول د دې په روسي کې خللګریو کې یا خنډونه واقعي کې یا د پروسه کامیاب نه سي پر هغو هیوادونو باندې فشار راوسي چې موږ د دې څخه پاکستان او ایران زمين نور هغه هیوادونه چې تر اوسه پر دې زموږ سره په دغه مرې پر روسي کې هیڅ حکومت عملی اقدامات نه دی په کډي ټول همکاري چې هغه دواړو تر هدا پر دې دي چې امریکا جمع نور هغه هیوادونه چې پر پاکستان یا په نورو هیوادونو باندې تاثیرات لرل سي زموږ بغورتنم دا وي چې پر هغو هیوادونو باندې فشار راوسته تر څو په روسي مخالفت کوي یا خوندونه په دې روسي کې واقع کې دغه روسي د مخنیوي وسی او دغه کار کې مداخله ونه کوي چې موږ په دې برخې کې هم په بریا لیټوب سره مختلفلې یو دا دا د طالبانو پر خبرې کې چې د سولې د پاره هغهنګلټیا موجوده و چې پرونو پرې دوی هیڅ د خبراتورو ته نه آماده کېدل مګر نن تاسو وګورئ چې هغوی هم نرم سيوي د طالبانو پر خبرې کې د سولې په اړه باندې اختلافات موجود دي په لوړه کچه پیسته باندې دي ته د سيوي چې د سولې بهر سره وزای سي او د افغانستان دولس هغه من سولې او سبات هغه پرسه موږ د افغانستان نو لست دا په ډاکټر ویل سو چې د سولې چیرغ بلی دونکې دی موږ ډیر مختتللې او اغنيمي نهایي مرحله ولته رسیدلې طالبانو پرهابري شپلوړه کچ باندې دی والټیا را مسبېده ډیر جربې چوغې به مخبل د مذاکراتو د پارښت ټیم وټه کې او د افغانستان د حکومت سره بخبراتور تکشین او مبارک زئ اکثر از سیاسیون و کسانی که اینجا در موضوعات مختلف افغانستان اینا نقد میکنن کارکردهای حکومت ها، کارکردهای شورای عالی صلاح اکثر شمی احزاب سیاسی و سیاسیون هستند اینا همیشه نقد کردن کارکردهای شورای عالی صلاح و شورای عالی صلاح یکی از نهادهای بی دستاورد و گفتن که یک نهادی است که فقط مصرف کننده است هیچ د اسناورده نشته شما چی میګیدئ د دې موارد د اسناورده شوړی علي زتا کوم چی بډن تاسې وو ګورئ چی د ما محکمه ولل چی د افغانستان جګړه یو ورده جګړه ده او د ورده جګړې څو وصول د داخله او هغه په داسټولونک شي چې دلته ډیر په داخله کې موږ جزئیات مشكلات لرو او ځیني کسان بدون شک چی غواړي په دغه سولي په بهر کې شي ګټ نیوي نه یا غواړي مخالفت پدیک پد شوه کوي کې بدون شک چې دا شانس تا اما هغه څه چی افغانستان ولست مهم دي او ټول تد دا چې اغه 16 صوباته عامند په افغانستان کې او ټول د سولي غشتون کې دي مرز <سؤال> سولې <سؤال> له شورا چون مسولیت مدا ده چې د افغانستان ولست د سولې <سؤال> په برخه کې چې هڅه وکړو او کوششونه وکړو او ترڅو د افغانستان ولست په سولې او صبات کې چون وکړو دا مسولیت دی خو په دې غو مسولیت کې موږ په ډیر مختلفې ځې پرڅو مساله تسبه <سؤال> ګوري تر اوسه پرې هوربان هیڅ نه تصور نه کوي چې په افغانستان کې د درې وړي ځوربن وسی او, أو بس بس بلکول بلکول مهم. مهم. و بس لوال طالبان او افغان حکومت چې یو د بس 3 ورځې د تصویرو اشاره یې کوله بالکل بالکل چې و څنګه کې سره څنګه د منګر غیژ یو د تجربه و چې مشته ځین نشاندې دغه پرمولونه چې مشترک و کېدل چې و بس لوال طالبان څو گروپونه دي څو ډلې دي منګر تصویر د چې د یو ملاتلا په اېدات باندې ور بند وسو ور بند یو د استاور څو دي عربستان جمع عربي هیوادونه ترپرونه په دې د وسلوال طالبانو حمایت کوي په ډبل پنځي او وسلوال طالبان کلچ د هغوی تاهله کوم لري د عربي هوادونو لغه په رسميته پیژندل وو منګه دغه عربي هوادونو د علماو پر وسبي د عربستان باندې پر طالبانو باندې جګړه کوي چې ستاش جګړه د دین لارښوونه راواد د سولې بهیر طرف ځای د افغانستان دولت هغه منځته ولا وسه به د اگر مات د پوری کې دوه پرخښه کار کوي دوم دریم دا د پاکستان علماو تر پرونو پري د افغانستان چې جګړه وروه بلله مګر تاسو ول چې په جاکارتا کې د پاکستان او د انډونزیه او د افغانستان علماو د د افغانستان جګړه دین اړه و چې ډله هووی په اکثریت دا ویل چې د افغانستان جګړه نه روانه ده په پاکستان کې دا جنگ ورورګی نه ده خو پاکستان تر اوسه پوري هغه هیڅ دوی به کړی و تر اوسه پوري په دې موږ قنات کوو چې پر موږ باندې سره هغه چې دوی به کړو نې دي کړی خو دریمدا چې ان څلرمدا چې نړيواله ټولنه د دغه پروسې سره اغه امژغی چې په خواندلو وس هغه امژغی دي او په یو شخص سره د پروسی سره حمایت کی عملیات را کړی پنځمدا چې وسله وال Taliban پرهبریکشه ته پرونه پر هیڅ د سولې د پار دسي انگیزه وجود نه درلوده هیڅ را ده وجود نه درلوده من غرتای چې وسوګری چې وسله وال Taliban پرهبریکشه په لور کچا دي اختلافه پسته یو کوچناک د نړۍ تر وسب پکشي وی چې هغه نه غواړي د سولې به هیڅ تر ځای شي اما اکثریت یې نه تر ټی په ست ازیا د Taliban پرهبریکشه د سولې د لپاره لیوالتیا را م په د اویډا کوشش کې چې وګڼه سولې به سره وځای شي او وخت نه وخت ادیناست کېدې او په سپرژم د ټول هغه شرایط د طالبانو د لپاره ورته اړتیا وه هغه هم د سوي دی هیڅ کوم مومانیت یا مخالفت د پروسیسر نهسته یعنی هرڅه غواړي چې د غصول ګرنټو پیدا کړي موږ امیدوار یو چې وسوال طالبانو ډیر ژر هغه پلاوی چې د افغانستان د حکومت سره خبرتوري وکړي نه هغه وټه کې او د مستقیمی خبرتیا ته رسېږي بخښنه تشکر با تشکر بسیار زیاد از آقای اسدولا بارگزای معاون سخنگوی شورای عالی سال مشکلات معارف در ولایت غزنی حال هم همکارم فرید الله زای از ولایت پکتیا با ما از وصل هستند و بیشتر در مورد مشکلات معارف در پکتیا گفتہ های خواهن داشت او جزئیات بیشتر خواهن داشت آقای احمد زئی سلام و صبتان بخیر و میشاید در ناخوس بر ما در مورد مشکلات کلی در معرفه ولایت پکتیا بگوئین من نه العمریتاش ته سلام لند کوم ورسمه په خیر د هیواد د نور ولایتونو کو سیر پکتیا ماغه ولایت چدل طلا ما بیا سلنه خوونځي ودانی نه لري ز د کوونکی د زمو په موسم کې ښه نه ته بهر نه اسوي او د وړي په موسم کې سرهل مرکز دکړي کوي د سیمه د خلکو په خبره کې دلته د ذکرونکو پر وړاندې د 212 ستونکو ترڅنګ چې ودانی نه لري او ترڅنګ چې مسلې کې خون کې نشتا هغه لوی ستونځ دي چې د ذکرونکو د ذکر پر بهيري ناوړه اغیز کړي ده بل د کتابونو نشټواله دلته چې د کال تر اخیره پوري چې موږ هم د پکتیا لز دونکو سره خبرې کړې او هم د لوگرلز دونکو سره د تا پر وخت کتابونه نور کول کیږي او تر اخیره پورې یعنی د کا تر اخیره چې زموږه رنګ دېسې ودی د ټول او سلام د کتابونو تر سره ساين نه دي به شر مشکلات در مرکز اس اوګي احمد زوی یا در والسوالی ها او در کوم والسوالی ها مو بشتر مشکلات از نهي معرفت ترې در په ولایت پکتیا د پکتیا د ریزه درن مشته ول سوالي یا غول سوالي دي چې له تیرو څو کلونو راهي سيالت ا خو ونيز به هري یاد د 19 کډو کومه زمينه چې یو خلکو تبايت برابر سه وي د محشمان لپاره هم تاسې پانا تر اوسه پورېالته دي هري سیمه دي خلکو لکه ګرد سيوي زدران شواک دغه زدران هول سوالي دي 40 د سیمه خلک يا غ مرشمان چې ذکر کړي کې وي د مكاتيب ته راځي لمره را دوی خوادانی نه لري چالت راشي ترڅنګ د کتابونو نشټه ولای دی لوې څوند چې ویل ته ویلې غدمه سکی خون کو نشټونه د سرچمو ګټه له رس خبرې وکړي حالت خلکو په خبره باندې چې مخکښونه پیدا غوښوم کړي چې وی دی راځي چې غوړی یا دغه نه سم کول <سؤال> غوښته یوه یا ما مغل په سیمه کې لسم ټولګي باندې په ذکرو په اختیار برته فات چې په تدریس ورکوې چې د یوه دغه دویل لپاره کې پات نه کوي او په هنی ریاست وړون وزارت نه غوښتنه داوه چې دوی د دې سیمه لپاره باید مسلکی خون کې ورږي تر څو خلک وکول شي په خړ ډول د دې خلک که هم ذکر کړه تلاسه بله فرید در مورد دانش آموزان مکاتب و همچنان آموزگاران خیالی بر بابو این که در ولایت غزنی مثل سایر ولایت های دیگر چقدر این مشکل وجود داره و چقدر از این بابت میتونه مردم این ولایت نگرانی داشته باشن به خصوص مکاتب خیالی و آموزگاران خیالی دغه ستونزې وړاندې پکټیا کې لیدل کېدله او د خلکو دغه وغختنی امر چې د پیاوش مېرې دغه سیمه کاتب او دغه چې علی خوون کې چې هغه د تل مقرر دي کولی کولی ورسوي چې په باندې د اصل مسولینو سره چې موږ خبرې شو دغه ډاکټر سرګر سرګن کړل دي چې دغه ستونزې مهاله او ولې لا هم په دې برخه کې ستونزې ستاده نه چې کوله و راښويده ولي د دې به زمونه کې درا او وای چې دا یو کلیزه وختې موږ یې شراک هم کلیم دا نور به تلاشه کوي د دې بس کې لا زیات کارو په اړه د مشکلاتو کې نهبود مکاتب و یا سرپناه بر معرف در ولسبولي ها و یا ولایت قزنی ای مشکل هګر چې چاندین بار از حکومته مرکزی وعده داده شده که مشکل نبود سرپنا و یا نبود صفای درسی در ولایت پکتیا حل خواهد شد چقدر تا كون حل شده و یا تا كون هم چقدر از مکاتب هستند که در فضای باز زیر خیمه ها اینا فعالیت دارند د پکتیا لری پروتول سوالو تا کراش او ترسنگی مرکز کې شمیر داسه کلی دي چې هغه ګرځ خرتاړوندي او دلتم پسیده خریب خریب. بله آقای احمد زایی مشکلی که در بعض از ولایت های ما وجود داره و بیشتر از آموزگاران از او اکثرا انتقاد میکنن و یا شکایت دارند نرسیدن حق وقوق حقوق ماهانه اینا در وقت معینش در ولایت پکتی های مشکل چقدر وجود دارد چقدر آموزگاران مواجه هستند با این مشکلی که حق حقوقشان در زمان معینش اما هر ماه پرداخت نمیشه دا څүндө د کینور ولایتونو خلک چې کوي اندلکه پکتیا کې د یو څلاتو غریوان دي له وایي چاغه حقوق چې باید دوی ته ورکلشي او تر اوسه پرې لاندې وتر رسیدلی یاو موږ سره په بار بار مرکو کې او تر څنګه په وونډه کې وختونه کړی دا خو دې بیا هم په مرکزی حکومت اوړوندو مسولینو باندې هغه کې به چې دې حقونه ورک نه شي تر څو دوی هم ا دغه څه چې غوښتنې ده او دوی ته دغه کله فرصت یې ولري ته شکر با تشکر زیاد از همکارم فریدولا احمدزه از ولایت پکتیا با ما وصل بودن و در مورد مشکلات در معارف پکتیا بر ما گفتن که در پکتیا مانند سایر از ولایت ها وزارت معارف با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنه که از او جمله یکی کمبود آموزگاران مسلکی است که بیشتر از آموزگاران مکاتب در ولایت پکتیا اینا مسلکی نیستند و بعضشان حتی تا صنف هفت و هشت اینا خودشان آموزش دیدن و میان میپردازن به تدریس که یکی از مشکلات است که دانش آموزان ای ولایت از او همیشه شکایت دارن دیگه نرسیدن حق حقوق آموزگاران ولایت است که در وقت بایدنش برشان نمیرسه و همیشه اینا از ای بابت مشکل دارند ولسوالی های ناامن ولایت پکتیا که در اکثر از این ها مکاتب برای دانش آموزان دختر بسته است و تاکنون هم گفته میشه که مقامات محلی و مقامات مرکزی توجه آنچنانی خواست مردم است به ای ولایت و به خصوص به امی ولسوالی که بیشتر از مکاتب در اونجا بسته است نکرده است و سه ساعت برنامه آغاز روز هم در همین جا به پایان میرسه Thank you.